مدیر کل نهاد حکومتی تبلیغات اسلامی ایران در شهر یزد خبر از انتشار منشور اخلاقی برای کنترل و نظارت بیشتر در هیئت‌های مذهبی خبر داد. در آستانه عزاداری ماه‌های محرم و صفر، نظام ولایت فقیه تلاش می‌کند به کنترل و نظارت بیشتر بر هیئت‌های مذهبی بپردازد. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. در آستانه فرارسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام تلاش‌های مقامات نظام ولایت فقیه برای کنترل و نظارت بیش از پیش بر دستجات و هیئت‌های مذهبی افزایش یافته است. علیرضا نجیمی مدیر کل تبلیغات اسلامی یزد خبر تهیه منشور اخلاقی برای هیئت‌های مذهبی را اعلام کرد و تأکید نمود که هیئت‌های مذهبی ملزم به رعایت مفاد این منشور هستند. مدیر این نهاد حکومتی همچنین از برنامه‌ریزی برای هیئت‌های مذهبی و هدایتگری آنها سخن گفت و آن را برای حکومت مهم و حیاتی دانست. پس از آنکه با برنامه ریزی رسانه‌های حکومتی تلاش شد در مقابل سلبریتی‌های ورزشی و هنری منتقد، مداحان جایگزین شوند تا در هنگام نیاز به حمایت از نظام ولایت فقیه بپردازند، اما پس از اعتراضات اخیر و پیوستن تعدادی از مداحان به صف مخالفان نظام، ایده کنترل و نظارت بیشتر بر هیئت‌ها به مرحله عملیاتی رسیده است. در طول تاریخ مسلمانان به ویژه شیعیان، خصوصا در کشورهایی مثل ایران و عراق، عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام همواره فرصتی برای دادخواهی و مبارزه با ظلم حاکمان بوده است. ظهور و بروز ادبیات اعتراضی در اشعار و مداحی‌ها و سینه‌زنی‌ها پیشینه‌ای کهن دارد، اما به ویژه در اعتراضات پس از سال 88 گاهی به صراحت و گاهی به کنایه بیانگر فریاد ستم دیده دلهای خود همزاد پندار با شهید کربلا شده است. این ادبیات اعتراضی در اشعار مداحان یزدی به ویژه به دلیل نظم و هماهنگی و سبک خاص سینه‌زنی ایشان بیش از سایر شهرها شهرت پیدا کرد. به همین دلیل در جریان سوگواری‌های ماه محرم سال گذشته، دو هیئت شناخته شده و قدیمی یزد ممنوع الفعالیت و بسته شدند. عزاداری امام حسین علیه السلام در شهر یزد به دلیل همین ویژگی‌ها و نظم و هماهنگی و غنای اشعار مداحان نه تنها در ایران شهرت فراگیری پیدا کرده، که برخی گردشگران غربی هم در این ایام به تماشای هیئت‌های یزدی می‌روند. نظام ولایت فقیه تلاش می‌کند در محرم و صفر امسال با اعمال زور و بگیر و ببند مانع از فعالیت‌های مجدد هیئت‌های منتقد نظام شود و بر اشعار مداحان و برنامه‌ها و سخنرانان سایر هیئت‌ها نظارت و سانسور گسترده‌ای را اعمال کند، تلاشی که مثل موارد مشابه عملاً با مقاومت مردم و هیئت‌های مذهبی مواجه شده و نهایتاً بر روی کاغذ غیر قابل اجرا بایگانی خواهد شد. سعید بهاری، اخبار شیعه.